یادی از شهیدان مجاهد خلق در شهر عراق قسمت سوم. در برنامه‌های قبل یاد شماری از شهیدان مجاهد خلق از شهر عراق را گرامی داشتیم. در این برنامه شمار دیگری از این شهیدان را یاد می‌کنیم. مجاهد والا مقام معصومه شادمانی، مادر کبیری. مادر کبیری زندانی سیاسی زمان شاه، کاندیدای سازمان مجاهدین خلق در اولین دور انتخابات مجلس شورای ملی بعد از انقلاب 22 بهمن بود. شهادت دی ماه 1360 در تهران. مادر در بین زندانیان و حتی زندانبانان با لقب اسطوره مقاومت شناخته شده بود. بچه ها مقاومت کنید، پیروزی از آن ما و مردم است. خمینی رفتنی است، مقاومت کنید. مجاهد خلق حسین طیبی پور 25 ساله، شهادت 27 شهریور 1360 در عراق. مجاهد خلق نسرین اکبری 19 ساله، تاریخ و محل شهادت ششم تیر 1360 عراق. مجاهد خلق محمد خسرو صابری دانش آموز 18 ساله، شهادت 18 شهریور 1360 تهران. مجاهد خلق سارا مختارزاده دانشجو 24 ساله، شهادت اول آذر 1360 تهران. مجاهد خلق مسعوده اکبری بروجردی دانشجوی شیمی که هنگام شهادت در آذر ماه سال 1361 24 ساله بود. مجاهد خلق سهیلا صالحی، شهادت شهریور 1360. مجاهد خلق محمد اسماعیل شهبازی دانشجوی 22 ساله که در 27 آبان 1360 در تهران به شهادت رسید. مجاهد خلق حسن علی صفایی، بازرگان 51 ساله عراقی که در زمان شاه به جرم کمک مالی به مجاهدین تحت تعقیب بود، در روز 10 مرداد سال 60 در تهران به دست مزدوران خمینی جلاد به شهادت رسید. یاران مجاهدش این جمله وی را به یاد دارند که گفت: ما هرچه داریم باید فدای خدا و خلق بکنیم. من افتخار می کنم که فدای سازمان مجاهدین خلق شوم. مجاهد خلق مهناز یارحمدی، لیسانس 30 ساله، شهادت زمستان 1362. مجاهد خلق حسن قربانی گرگانی 31 ساله، شهادت 23 تیر 1361. مجاهد خلق حسین گنجی فیجانی، کارگر 25 ساله که در 16 مرداد 1360 به کاروان شهیدان مجاهد پیوست. مجاهد خلق عباس مرشدی 21 ساله دانشجو، شهادت دوم بهمن 1361 در تهران. مجاهد خلق جمشید مشایخی دانشجو 23 ساله، شهادت پاییز سال 60. مجاهد خلق محمود منصوری دانشجوی 21 ساله، شهادت دی ماه 1361. مجاهد خلق نسرین رستمی دبیر 30 ساله، شهادت 1368 عراق. مجاهد خلق حسن قربانی 25 ساله، شهادت آبان 1360. مجاهد خلق حسین خلوصی، شهادت پاییز 1361.
مجاهد خلق علی حمزه‌ای 27 ساله، شهادت 30 بهمن 1368. مجاهد خلق مهدی شیسی، کارمند خدمات اجتماعی 28 ساله، شهادت 1363 تهران. مجاهد خلق پروانه پروین معزنی، دانشجو 24 ساله، شهادت 12 اردیبهشت 1363. باری غالبانان این حجت با ما تمام کردند که اگر می‌خواهیم در این سرزمین اقامت گزینیم، می‌باید با ابلیس قراری ببندیم. من فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. نابکارانی هستند آن سو، چیر دستانی در حرفه کت بسته به مقتل بردن، و دلیرانی در یادل این سو، چر دستانی در صنعت زیبا مردن. شماری از قهرمانان سربدار عراق در جریان قتل عام 67. مجاهد خلق علی اصفهانی، دانشجوی 31 ساله، در کرج سربدار شد. مجاهد خلق مجتبی عمری 23 ساله در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در عراق به شهادت رسید. مجاهد خلق محسن امینی دبیر 32 ساله، محل شهادت عراق در قتل عام تابستان 67. مجاهد خلق ابوالقاسم سعید آقاخانی 24 ساله، محل شهادت عراق در قتل عام تابستان 67. مجاهد خلق غلامرضا بیرونی کاشانی 28 ساله، شهادت در قتل عام سال 67. مجاهد خلق عباس پذیرا، کارگر ماشینسازی عراق 32 ساله، محل شهادت تهران در قتل عام سال 67. مجاهد خلق احمد ترابی، دانشجو 29 ساله، محل شهادت تبریز در قتل عام سال 67. مجاهد خلق مجید عراقی فراهانی 27 ساله، در تابستان 67 در عراق سربدار شد. مجاهد خلق عباس فیروزی 29 ساله، محل شهادت تهران در قتل عام سال 1367. مجاهد خلق غلام حسن فیض‌آبادی 25 ساله، در قتل عام تابستان 1367 سربدار شد. مجاهد خلق غلام حسین فیض‌آبادی، دانشجو 28 ساله، محل شهادت کرج در جریان قتل عام سال 67. مجاهد خلق علیرضا قاسمی در تابستان سال 67 در شهر عراق سربدار شد. مجاهد خلق صادق کریمی 29 ساله، محل شهادت کرج در جریان قتل عام سال 67. مجاهد خلق مهین حیدریان از سربداران تابستان 67، محل شهادت تهران. مجاهد خلق امیر صندوقچه ساز 23 ساله، محل شهادت کرج در قتل عام سال 67. مجاهد خلق منوچهر گرم رودی 26 ساله، همراه با قهرمانان سربدار تابستان 67 در عراق به شهادت رسید.
مجاهد خلق رضا مجدآبادی 23 ساله، محل شهادت کرج، در قتل عام سال 67. مجاهد خلق حسین محمدخواه دانشجو 30 ساله، محل شهادت کرج، در قتل عام سال 67. مجاهد خلق سودابه منصوری دانشجو که در تابستان سال 67 در تهران سر به دار شد. مجاهد خلق قاسم میرزایی گودرزی، محل شهادت عراق، در قتل عام سال 67. با اعلام تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران توسط مسعود رجوی در سال 1366، همگام با دیگر فرزندان ایران زمین، جوانان عراق نیز مشتاقانه به صفوف ارتش رهایی پیوستند و شماری از آنان در میدان رزم با دشمن ضد بشری به خاک افتادند. مجاهد خلق محسن رواقی 25 ساله که در عملیات پیروزمند چلچراغ به کاروان شهیدان پیوست. مجاهد خلق یدالله ترمزدیان قاسمی 30 ساله، شهادت 29 خرداد 1367 در عملیات چلچراغ. مجاهد خلق غلامرضا ابراهیمی 21 ساله، امدادگر صحنه رزم که در عملیات فروغ جاویدان به کاروان شهیدان پیوست. مجاهد خلق محمد رضا خلیلی فیجانی 33 ساله، شهادت عملیات کبیر فروغ جاویدان. مجاهد خلق محمد شکری سنجابی 25 ساله، شهادت عملیات فروغ جاویدان. محمد در این عملیات سرنوشت ساز در موضع فرمانده یک گروه از رزمندگان وارد صحنه شد. مجاهد خلق محمد فرحی عراقی، مهندس معدن 31 ساله که در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان به کاروان شهیدان پیوست. مجاهد خلق محمود کریمزاده عراقی 30 ساله، شهادت عملیات فروغ جاویدان. مجاهد خلق حبیب الله محمدی 29 ساله، شهادت عملیات کبیر فروغ جاویدان. مجاهد خلق کریم مصری 27 ساله، شهادت عملیات کبیر فروغ جاویدان. مجاهد خلق کوشا ابراهیمی فخار 32 ساله، شهادت 5 فروردین سال 70 در عملیات مروارید. مجاهد خلق قباد سعیدپور از فرزندان مردم عراق. فرمانده سعید با شروع مبارزه انقلابی بلافاصله تحصیل و دانشگاه را به کناری گذاشت و با آمدن به منطقه مرزی به صفوف ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوست. قباد قهرمان روز 10 شهریور 1392 در جریان جنایت بزرگ مزدوران عراقی خامنه‌ای در اشرف به شهادت رسید. بیش از 20 سال که در اشرف و اساساً در ارگان‌ها و قسمت آموزشی از شهادت بخش فعالیت کردم. قبل از اومدن به شهادت بخشم در دانشگاه هند تحصیل کردم. از برخی شهیدان مجاهد که جان خود را فدیه رهایی مردم خود کردند یاد کردیم. این دفتر بخشی از دریای بیکران فدای مجاهدین برای آزادی خلق محبوبشان است. حکایت همچنان باقی است و این برنامه را روزهای بعد ادامه می دهیم. هموطنان عزیز، با مشارکت فعال خود هر گونه عکس، سند
و اطلاعات از شهیدان را به آدرس کانال تلگرام سیما قیام برای ما ارسال نمایید و در این کارزار ملی ما را همیاری کنید.